از چهار روز بدین سو عراس افگنان عملات گسترده ای را در برخی از مناطق کشور به ویژه در ولایت های بغلان و کندوز برا انداختند. عملات ترورستان از سوی نظامیان کشور سرکوب شده و این نظامیان تلفات سنگینی را نیز به ترورستان وارد کردند. تنها در ولایت کندوز 70 تن این ترورستان کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. با این همه نمایندگان مردم در مجلس با نگرانی از وضعیت بد امنیتی در این ولایات از حکومت می‌خواهند برای تأمین امنیت این ولایات اقدام جدی کند. رای خانباد نخار بسته است، رای علی‌آباد این طرف بسته است، مردم برامدام نمیتونند. وضعیت بسیار خراب است. فقط از پارلمان خواهش میکنم جناب رئیس به هر شکلی که میشه شما حکومت به اصطلاح مجبور بسازیم که امروز یک کار بکنن و صدای به کمک مردم مظلوم ما به رسیدگی صورت بگیره که باز بدبختی بار نبیه، باز مردم آواره و بیچاره نشه. فقط در همین حال معاون اول مجلس نمایندگان ادامه سرپرستی در ارگانهای امنیتی را به نفع کشور نمیداند. امنیتی حالات په حقلا اندېښنې او د امنیتی سکتور د سرپرستۍ ستونزه سره تړلې ده او په جدیت غوښتنه کوو چې دغه ستونزه د نوماندانو په معرفي کولو سره زر تر زره د پای ټکی ورته کېښودل شي. از سوی هم وزارت دفاع ملی از آمادگی نظامیان در راستای دفع عملات عراس افغانان در کشور خبر می دهد و می گوید نظامیان کشور از امکانات کشفی بهتر برای سرکوب ترورستان برمند شدند. ما فعلا دارای امکانات بهتری از نگاه کشفی هستیم و ریاست کشف و معاونیت استخبارات وزارت دفاع خوشبختانه در سالی که ما در جریانش هستیم امکانات بهتری را به دست آوردن و تیاراتی که فعلا هم به نام تیارات پی پلوت در افغانستان میره همه به خاطر عزیز که بتوانه وظایف کشفی و استخباراتی بهتر را در فضای افغانستان انجام بده. این در حالی است که حکومت هفته قبل برنامه جنگی 5 ساله نظامی کشور را تصویب کرد. هدف از ایجاد این برنامه هم سرکوب عراس افغانان در کشور خوانده شده است.